با یاد و نام خداوند بزرگ، با داستان دیگری از کانال باتیز در خدمت شما عزیزان هستیم. این داستان پادشاه و خیانت ملکه هوسباز. در دورانهای قدیم بازرگانی زندگی می کرد که دو فرزند داشت، یک پسر و یک دختر، که به قدری کوچک بودند که هنوز نمی توانستند راه بروند. بازرگان به تازگی تمام ثروت و سرمایه خود را که کالاهای مختلفی بود بار دو کشتی کرده بود تا نوکرانش آن را به آن سوی دریاها ببرند و با فروش آن سود خوبی برایش به ارمغان بیاورند. هنوز مدت زیادی سپری نشده بود که خبر رسید هر دو کشتی در دریا غرق شدند. بدین ترتیب مرد بازرگان به جای آن که مبدل به تاجر ثروتمندی شود، تبدیل به مرد فقیری شد که دیگر چیزی به جز یک قطعه زمین در نزدیکی شهر زادگاهش برایش باقی نمانده بود. یک روز که او برای قدم زدن و گردش به زمین خودش در خارج شهر رفته بود تا کمی از غم و غصه هایش فراموش شود و از اندیشه ضرر وحشتناکی که متحمل شده بود بیرون بیاید، ناگهان کوتوله سیاهی در برابرش ظاهر گردید. کوتوله از او پرسید: ای مرد، چرا اینقدر ناراحت و اندوهگینی؟ بازرگان گفت: چرا باید غم و غصه هایم را برای تو تعریف کنم؟ مگر تو می توانی به من کمک کنی؟ کوتوله پاسخ داد: که می داند؟ شاید بتوانم به تو کمک کنم. پس بازرگان تمام آنچه را که برایش رخ داده بود تعریف کرد. اینکه چگونه تمام ثروت و داراییش به قعر دریا فرو رفت و دیگر به جز این زمین چیز دیگری برایش باقی نمانده است. کوتوله گفت: قصه هیچ چیز را نخور، زیرا اگر به من قول بدهی که 12 سال بعد اولین چیزی را که امروز بعد از برگشتن تو به خانه خود را به پایت خواهد مالید برایم به اینجا بیاوری، من هم کاری می کنم که دیگر هرگز محتاج پول و ثروت نشوی. مرد بازرگان با خود اندیشید که اولین چیزی که به پیشوازش بیاید سگ شکاریش خواهد بود و به خاطر ناراحتی بسیار در آن لحظه به یاد نیاورد که 2 فرزند خردسال نیز در خانه دارد. پس به کوتوله سیاه قول شرف داد که طبق قراری که گذاشته اند عمل خواهد کرد و بعد به طرف خانه به راه افتاد. همین که به خانه نزدیک شد، پسر کوچکش از دور او را دید و به قدری خوشحال شد که 4 دست و پا خود را به او رساند و پایش را چسبان به پای پدرش. پدر بسیار هراسان شد، زیرا قولی که داده بود به یادش آمد و اکنون بود که متوجه شد برای انجام چه کاری سوگند خورده است. با این حال چون در هیچ کجای خانه حتی یک سکه پول سیاه هم پیدا نکرد، تصور نمود که تمام این موضوع فقط یک شوخی معمولی از جانب یک کوتوله بازیگوش بوده است. یک ماه بعد از این ماجرا، مرد دوباره به سراغ زمینش رفت تا ببیند آیا میتواند چیزی پیدا کند که به درد فروش بخورد. ناگهان در وسط زمین با توده بزرگی از طلا مواجه شد. او حالا دیگر مرد پولداری شده بود و به کمک آن طلاها به قدری خرید و فروش کرد تا سرانجام دوباره مثل سابق بازرگان بزرگی شد. در همین بین پسرک بزرگ شد و رشد کرد. او کودک باهوشی بود و همه او را دوست داشتند و تحسین می کردند. اما هرچه که به سن 12 سالگی نزدیک و نزدیکتر می شد، پدرش غمگین و غمگینتر می گشت، طوری که مردم می توانستند به وضوح آثار غم و ناراحتی را در چهرهش مشاهده کنند. یک روز پسرک از او پرسید که چه اشکالی پیش آمده. پدر در ابتدا پاسخ نداد، اما پسرک به قدری اصرار کرد و به او فشار آورد تا اینکه پدر برایش تعریف نمود که چگونه او را ندانسته در مقابل توده‌ای از طلا به یک کوتوله سیاه فروخته است و مهر و اسم خود را بر روی کاغذ قرارداد ثبت کرده است. سپس گفت که وقتی 12 سال به پایان برسد مجبور است او را تحویل کوتوله سیاه بدهد. پسرک پاسخ داد: پدر عزیزم، ابداً غصه نخور، همه چیز درست خواهد شد، زیرا کوتوله سیاه هرگز دستش به من نخواهد رسید. وقتی که زمان موعود فرا رسید، پسرک به نزدیک کشیش رفت تا او را تبرک کند. سپس همراه پدرش به مزرعه خارج شهر رفت. پسرک با گچ روی زمین دایره بزرگی کشید و سپس هر دو در وسط آن نشستند.
تونی نکشید که کوتوله سیاه از راه رسید و از بازرگان پرسید: آیا آن چیزی که قلش را داده بودی با خود آورده ای؟ اما پسرک پاسخ داد: تو اینجا چه میخوایی؟ کوتوله گفت: من دارم با پدرت حرف میزنم، نه با تو. پسرک گفت: تو پدرم را فریب داده ای، زود باش سندی را که با حیله و نیرنگ از او گرفته ای پس بده. کوتوله پاسخ داد: نه، من از حق خودم نمی گذرم. سپس پدر و پسر مدتی با هم مشورت کردند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که چون پسرک قصد ندارد از کوتوله اطاعت کند و دیگر به پدرش هم تعلق ندارد، بایستی داخل قایقی بنشیند و پدر قایق را هل دهد و به دریا براند تا باد سرنوشت آنها را به هر کجا که می خواهد هدایت کند. پسرک به همین خاطر از پدرش خداحافظی کرد و داخل قایق نشست. اما پدر چون برای دور کردن پسر دلبندش از کناری ساحل عجله داشت، قایق را زیادی محکم فشار داد و بدبختانه قایق واژگون شد. پدر مجبور شد با این فکر دلخراش به خانه برگردد که پسرش را دریا به کام مرگ کشیده است. اما قایق غرق نشد، بلکه آرام آرام به همراه جریان آب از ساحل دور شد، در حالی که پسر جوان نیز از گوشه آن آویزان بود. امواج قایق را همراه خود بردند تا آنکه بعد از مدتی به ساحل یک سرزمین ناآشنا رسید و همانجا ماند. سپس جوان خود را به ساحل کشاند و وقتی به اطراف نگاه کرد، درست در روبروی خود چشمش به قصر بسیار زیبایی افتاد. پس به هر زحمتی بود از جایش برخاست و با تنی خسته و رنجور به سمت آن قصر برا افتاد. به محض ورود به قصر متوجه شد که آن مکانی طلسم شده بوده، زیرا به هر قسمت که می‌رفت چیزی جز اتاق و راهرو خالی نمی‌یافت، تا اینکه به تالار اصلی قصر رسید. پس روی تخت سلطنتی چشم جوان به مار خوشخط و خالی افتاد که مدام به دور خود می‌پیچید. این مار در حقیقت دختر طلسم شده‌ای بود که با دیدن جوان بسیار خوشحال شد و گفت: آیا آمده ای تا مرا آزاد کنی؟ اکنون 12 سال است که منتظر آمدن تو هستم، زیرا این سرزمین طلسم شده است و تو بایستی طلسم آن را بشکنی. جوان پرسید: چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ مار گفت: امشب 12 کوتوله سیاه با غر و زنجیر خواهند آمد و بعد از تو خواهند پرسید که اینجا چه میکنی؟ اما تو نباید هیچ پاسخی بدهی، تو باید بگذاری آنها هر کاری که میخواهند با تو بکنند. آنها تو را شکنجه خواهند داد و آزار و اذیت بسیاری بر تو روا خواهند داشت، اما تو نباید اجازه دهی که حتی یک کلمه حرف از بین لبهایت خارج شود. سپس آنها تا 12 سال دیگر از اینجا خواهند رفت. شب دوم 12 تای دیگر خواهند آمد و شب سوم 24 تا. این آخر سری ها را سر تو را قطع می کند، اما در نیمه شب نیروی آنها از بین می رود و اگر تو تا آن لحظه تحمل کنی و حتی یک کلمه هم بر زبان نیاوری، من تو را نجات خواهم داد. سپس من با قمقمه ای از آب حیات به نزد تو خواهم آمد و از آن به روی تو خواهم پاشید. تو بلا فاصله جان خواهی گرفت و مثل سابق سالم و تندرست خواهی شد. جوان بعد از شنیدن این سخنان گفت: من با کمال میل تو را نجات خواهم داد. همه چیز به همان صورتی رخ داد که مار گفته بود. کوتوله های سیاه موفق نشدن جوان را وادار به سخن گفتن بکنند و شب سوم طلسم دختر جوان شکسته شد. دخترک با آب حیات به نزد جوان رفت و همانطور که گفته بود وی را دوباره زنده کرد. تمامی قصر نیز که از بند طلسم رها شده بودند پر از جنب و جوش و هیاهو شد. طولی نکشید که جشن عروسی شاهزاده خانم با پسر جوان برگزار گردید و بدین ترتیب پسر بازرگان پادشاه کوه طلایی شد. این زوج خوشبخت مدت‌ها در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کردند تا آنکه ملکه پسری به دنیا آورد. هنگامی که این پسر 7 ساله شد، پادشاه به یاد پدرش افتاد و چنان احساس دلتنگی کرد که به فکر افتاد به دیدن او برود. ملکه در ابتدا ابداً مایل نبود حتی حرف این موضوع را بشنود، اما پادشاه به قدری درباره آن صحبت کرد و از آرزوی قلبی خود سخن به میان آورد که ملکه سرانجام راضی شد و گفت:
من می دانم که این سفر برای من بدشکون خواهد بود، ولی قبل از آن که پادشاه به راه بیفتد، حلقه آرزو را از انگشت خود بیرون کشید و به او گفت این حلقه را بگیر و آن را به انگشتت کن. فقط کافی است آرزو کنی تا در یک چشم به هم زدن خودت را در مقصد مورد نظرت بیابی. اما باید این را بدانی و به من قول بدهی که هرگز آرزو نکنی که من هم اینجا را ترک کنم و به خانه پدر تو بیایم. پادشاه قول داد و سپس حلقه را به انگشتش کرد و آرزو نمود در جلوی شهر زادگاهش باشد و در یک لحظه خود را در آنجا یافت. سپس به طرف دروازه شهر به راه افتاد، اما نگهبانان دروازه به او اجازه عبور ندادند، زیرا لباسهایش بیش از حد عجیب و ناآشنا بود و درخشش و زرق و برق خیره کننده ای داشت. پادشاه به همین خاطر از تپه ای بالا رفت که چوپانی در آن سوی تپه مشغول چرانیدن گوسفندانش بود و آن دو لباسهایشان را با هم عوض کردند. پادشاه بدین ترتیب توانست بدون آنکه کسی جلویش را بگیرد با آن لباس‌های زمخت و ژنده خود را وارد شهر کند. هنگامی که او به خانه پدرش رسید کسی او را نشناخت و بازرگان نیز که نمی توانست باور کند این مرد جوان پسرش است، گفت که مدت‌ها پیش یک پسر داشته است، اما او در دریا غرق شده و جسدش هم به دست نیامده. با این حال چون می دید که مرد جوان یک چوپان تشنه و گرسنه است، با کمال میل یک کاسه غذا و کمی نان به او داد. مرد جوان غذایش را خورد و سرانجام از والدینش پرسید آیا پسرتان هیچ گونه علامت یا نشانه‌ای بر بدن خود نداشته تا به کمک آن مرا بشناسید؟ زیرا من واقعا پسر شما هستم. مادر گفت چرا، پسر کوچک ما خالی بر روی بازوی راستش داشت. پادشاه بلافاصله پیراهنش را درآورد و آنها خال را با چشمان خودشان دیدند و دیگر شک نکردند که این جوانی که روبروی آنها ایستاده پسر از دست رفته خودشان است. سپس جوان برای آنها تعریف کرد که او پادشاه کوه طلایی است و با شاهزاده خانم زیبایی ازدواج کرده و یک پسر 7 ساله نیز دارد. اما بازرگان به این حرف خندید و گفت این حرف دیگر نمیتواند حقیقت داشته باشد، چون کدام پادشاه است که چنین لباس ژنده و مندرسی به تن داشته باشد. پسر از این حرف خیلی عصبانی شد و بدون آنکه لحظه ای تفکر کند انگشترش را در انگشت چرخاند و آرزو کرد که هم همسر و فرزندش با او آنجا باشند. هر دو در یک چشم به هم زدن ظاهر شدند، اما ملکه شروع به اشک ریختن کرد و شکایت نمود که وی پیمانش را زیر پا گذاشته و او را اذیت کرده است. پادشاه به او گفت که بدون فکر کردن این کار را کرده و هیچ منظور بدی نداشته است. ملکه نیز ظاهراً قبول کرد و آرام شد، اما در دلش شعله‌های خشم هنوز زبانه می‌کشید. بعد از گذشت مدتی پادشاه یک روز ملکه را به خارج از شهر برد تا محلی را که قایقش در آن واژگون شده بود به او نشان دهد. وقتی به کناری دریا رسیدند، پادشاه که کمی احساس خستگی می‌کرد گفت کمی خسته شدم، تو هم همینجا بنشین و من سرم را در دامان تو میگذارم و مدتی میخوابم تا خستگیم برطرف شود. و همین کار را هم کرد. ملکه منتظر ماند تا او کاملا به خواب رفت. سپس حلقه را از انگشت او خارج کرد و سرش را نیز با احتیاط روی زمین گذاشت. بعد فرزندش را به بغل گرفت و آرزو کرد به سرزمین خود برگردد. وقتی پادشاه از خواب بیدار شد دید که کاملا تنهاست و زن و پسرش در کنارش نیستند و بعد متوجه شد که حلقه هم در انگشتش نیست. او به خود گفت به خانه والدینت که نمیتوانی برگردی، چون خواهند گفت که تو یک جادوگری، پس باید آنقدر سفر کنی تا اینکه دوباره به کشور خودت برسی. و بعد از این کلمات شهامتش را جمع کرد و به راه افتاد و بعد از مدتی به کوهی رسید که 3 غول در برابر آن ایستاده بودند و با یکدیگر جر و بحث میکردند. دلیل دعوا کردن آنها این بود که می‌خواستند میراث پدرشان را بین یکدیگر قسمت کنند. همین که چشم آنها به مرد جوان افتاد که از کنار کوه می‌گذشت، او را صدا زدند و گفتند یک لحظه بیا اینجا ای جوان. آدمیزادهای کوچک اغلب مغزهای پری دارند. تو می‌توانی ارثیه پدرمان را بین ما 3 نفر قسمت کنی؟ ارثیه پدر این غول‌ها عبارت بود از اول شمشیری که اگر کسی آن را در دست می گرفت و می گفت سر همه پر به جز سر من، بلافاصله سر تمام کسانی که نزدیک او بودند قطع می شد و روی زمین می افتاد.
دوم شنیدی که اگر کسی آن را می پوشید نامرئی می شد و سوم یک جفت چکمه که قادر بودن صاحب خود را به هر جایی که آرزو داشت ببرند. دمون به همین خاطر گفت این سه چیز را به من بدهید تا اول آنها را امتحان کنم و ببینم آیا درست کار می کنند یا نه. آنها نیز چلن را به او دادند و او به محض آنکه آن را روی شانه هایش انداخت نامرئی شد. جوان دوباره شلن را از روی خود برداشت و گفت این شنل خیلی خوب کار می کند. حالا شمشیر را به من بدهید. غول‌ها گفتند آه نه، ما این را به تو نمی دهیم، زیرا اگر بگویی سر همه پر به جز سر من، سر همه ما از تن جدا خواهد شد. اما چون جوان خیلی اصرار کرد، آنها شمشیر را به این شرط به دستش دادند که آن را روی تنه یک درخت امتحان کند. جوان نیز همین کار را کرد و تیغه شمشیر به قدر تیز و بران بود که درخت را با یک ضربه بدونیم کرد. سپس خواست تا چکمه ها را امتحان کند، اما غول‌ها گفتند نه، ما اینها را به تو نمی دهیم. چون اگر آنها را پایت کنی، آرزو کنی که روی قله این کوه بشینی، ما دیگر چیزی برای ما نمی ماند. اما جوان گفت که چنین کاری نخواهد کرد، پس آنها چکمه ها را نیز به او دادند. اکنون که دیگر او هر سه چیز را در اختیار داشت و به جز زن و فرزندش به چیز دیگری فکری نکرد، آهی کشید و گفت آه ای کاش اکنون روی کوه طلایی بودم. هنوز حرفش را تمام نکرده بود که خودش را روی کوه دید. با خوشحالی راه افتاد و به طرف قصر رفت. در راه صدای ساز و دهل شنید. از مردم پرسید چه خبر شده و آنها پاسخ دادند که ملکه به زودی ازدواج می کند و پادشاه از این مسئله خیلی عصبانی شد و در دل خود می گفت یک زن بدجنس، در حالی که خواب بودم مرا تنها گذاشتی و فریبم دادی، حالا هم می خواهی با کس دیگری ازدواج کنی. سپس چنل را روی دوشش انداخت و بدون اینکه دیده شود وارد قصر شد. در وسط تالار میز بزرگی قرار داشت که پر از غذاهای لذیذ بود. مهمانهای زیادی پشت میز نشسته بودند و به خوردن و نوشیدن و خنده و تفریح مشغول بودند. در وسط نیز ملکه در حالی که لباسهای سلطنتی را به تن داشت بر روی تخت باشکوهی نشسته بود و تاج زیبایی بر سر داشت. پادشاه رفت و پشت تخت ملکه ایستاد، اما کسی او را ندید، زیرا کاملا نامرئی شده بود. سپس وقتی برای ملکه مقداری گوشت بریان کشیدند، پادشاه آن را برداشت و خودش خورد. برای ملکه شربت ریختند، اما آن را هم پادشاه سر کشید. خلاصه هرچه برای ملکه می آوردند، قبل از آن که دستش به آن برسد ناپدید می شد. ملکه از این موضوع بسیار ناراحت شد و از مهمانان خجالت کشید. سرانجام از جایش بلند شد تا به اتاق خودش برود و در آنجا اشک بریزد. پادشاه نیز به دنبالش رفت. ملکه در حالی که گریه می کرد با خود می گفت آیا این ابلیس است که مرا عذاب می دهد؟ یا این که هرگز ناجی من نمی آید و تمام اینها خواب و رویاست؟ پادشاه با شنیدن این سخنان کشیده‌ای به گوش او نواخت و فریاد زد چطور ممکن است نجات دهنده تو هرگز نیامده باشد؟ او کنارت ایستاده. ای زن سنگدل، آیا این سزای فداکاری و از جان گذشتگی من بود؟ بعد شنن را از دوشش برداشت و دوباره خود را مرئی کرد. سپس به تالار بزرگ رفت و با لحنی آمرانه فریاد کشید جشن تمام شد، پادشاه واقعی به کشورش بازگشته است. اما شاهان و شاهزادگان و وزیران و مهمانان عالی مقامی که حضور داشتند به او خندیدند و تمسخرش کردند. پادشاه فقط تکرار کرد بالاخره از اینجا می روید یا نه؟ اما آنها به طرف او هجوم آوردند تا دستگیر و زندانیش کنند. پادشاه نیز بلافاصله شمشیر سحرآمیز را از نیام بیرون کشید و گفت سر همه پر به جز سر من. در یک چشم به هم زدن سر تمامی حاضران از گردنشان جدا شد و به زمین افتاد و به این ترتیب پسر بازرگان تمامی دشمنان خود را نابود کرد و یک بار دیگر پادشاه کوه طلایی شد. دوستان عزیزم، امیدوارم از این داستان هم لذت برده باشید. اگه این سبک داستان‌های ما رو میپسندید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید.